سر خط خبرها. اما در این حال نمیتونیم ما یک جانبه تحمل بکنیم که ما به تعهداتمون به طور کامل عمل کنیم و اونا بخوان به تعهدات خودشون عمل نکنن. از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فوردو، ایران میگوید باید بتواند نفتش را صادر کند. They've been defying international norms for 40 years. So that's how we look at that. گفتگوی بی بی سی فارسی با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، براین هوک میگوید فشارهای حداکثری آمریکا هزینه‌های زیادی به ایران تحمیل کرده. تأخیر در بازشماری آرای انتخابات افغانستان، تیم عبدالله عبدالله مانع شروع کار کمیسیون شد. خودکشی و خودآزاری در اینستاگرام، تحقیقات گسترده در پی مرگ نوجوان نروژی. سلام و عصر بخیر. رئیس جمهوری ایران میگوید که ایران از فردا غنی‌سازی اورانیوم را در تأسیسات هسته‌ای فوردو از سر می‌گیرد، گامی برخلاف تعهدات ایران در توافق هسته‌ایش با قدرت‌های جهانی. حسن روحانی میگوید این گام چهارم کاهش تعهدات ایران در برجام است. آقای روحانی گفته که این گام شامل تزریق گاز به سانتریفیوژهای مرکز هسته‌ای فوردو خواهد بود. ایران اعلام کرده که اگر نتواند نفتش را صادر کند و به درآمد آن دسترسی داشته باشد، مرحله به مرحله از تعهداتش کم خواهد کرد. فرانسه از ایران خواسته در تصمیمش تجدید نظر کند. فؤاد مسیحا و جزئیات بیشتر. اما در این حال نمیتونیم ما یک جانبه تحمل بکنیم که ایران گام به گام از تعهداتش در برجام دورتر می شود. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری جزئیات گام چهارم را اعلام کرد. از فردا گازدهی رو در فوردو آغاز میکنیم و این گام ممکنه خب اونا سرصدا کنن، بگن آقا چی چرا رفتید در فوردو میخواید این کار رو بکنید. همه اینها رو ما میدونیم، حساسیت اونها رو میدونیم، حساسیت اونها رو نسبت به فوردو میدونیم، نسبت به این سانتریفیوژ ها میدونیم. فوردو یکی از موارد عمده اختلاف در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک بود. مرکزی در دل زمین که پیش از برجام به عنوان پشتیبان کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز عمل می‌کرد با بیش از 1000 سانتریفیوژ. اما با امضای توافق هسته‌ای قرار شد از این مرکز تنها برای فعالیت‌های تحقیقی استفاده شود، نه فعالیت‌های منجر به غنی‌سازی. از بهار سال گذشته که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شد، ایران سه گام دیگر هم برای کاهش تعهداتش به برجام برداشته. افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین، افزایش سقف خلوص اورانیوم غنی شده و استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید که در برجام محدود شده بود. با این حال تهران اصرار می کند که کاهش تعهداتش هم در چارچوب برجام است، هم با نظارت آژانس بین المللی و هم قابل بازگشت. فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود. دوم اینکه گام چهارم ما هم مثل سه گام دیگر قابل بازگشته، یعنی هر زمانی اونها برگشتن به تعهدات کامل خودشون، ما هم بر میگردیم به تعهدات کامل خودمون. اشاره دوباره به گلایه های مکرر تهران از عمل کرده اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت همه تحریم هایی که برداشته شده بود. طرف های اروپایی برجام هم البته دل خوشی از کارهای ایران ندارند. همین دیروز اتحادیه اروپا برای چندمین بار هشدار داد که پشتیبانی از برجام منوط به آن است که تهران همه تعهدات خود را اجرا کند. و این هم وزیر خارجه آلمان در بوداپست که میگوید دور شدن ایران از تعهداتش تمام توافق هسته‌ای را به خطر میاندازد. آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای هم که در گزارش های قبلیش پایبندی ایران به برجام را تایید میکرد، حالا نگران گام های تهران است.
در تازه ترین واکنش رافائل گروسی مدیر کل جدید آژانس که گفته می شود مواضع سختگیرانه‌ای در مقابل ایران دارد از بررسی دقیق تر کاهش تعهدات این کشور سخن گفته. فؤاد مسیحا، بی بی سی. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از استکهلم سوئد با ماست. خانم روستایی، این قدم تازه ایران قدم جدیه؟ به نظر میرسه جدی باشه به دلایل مختلف. یک دلیلش اینه که قبلا ایران سه گام برداشت، اما این سه گام منجر به یک اتفاق مهم و یا یک اعتراض خیلی جدی از طرف شورای امنیت یا آژانس یا شورای حکام نشد. حتی خانم موگرینی اومدن گفتن که درسته که ایران در آخرین اجلاسی که شورای حکام داشت گفتن که درسته که ایران در سه گام فاصلش رو با برجام زیاد کرده، اما هنوز اتفاق خطرناکی نیفتاده. حالا باید دید اینی که ایران اعلام کرده که ما به زودی سانتریفوژهای فوردو رو بهش گاز تزریق میکنیم، این گاز UF6، باید دید که واقعا چقدر تزریق میکنن. این سانتریفوژ ها رو قلقلک خواهند داد یا این سانتریفوژ های فوردو که در واقع اشل صنعتی بسیار بزرگ ساخته و طراحی شدن، یا اینها فول تایم و فول کپاسیتی با ظرفیت تمام شروع میکنن به کار کردن. این موضوعی که باید بهش دقت بشه که آیا سانتریفوژ ها رو فقط قلقلک خواهند داد یا سانتریفوژ ها رو با درجه بالا شروع به کار خواهند داد. این موضوعیه که عکس العمل جامعه جهانی، عکس العمل آژانس و عکس العمل شورای حکام و همچنین احتمالاً اکتیو شدن اون مکانیزم تریگر یا ماشه رو تعریف میکنه. همین رو میخواستم بپرسم ازتون. خیلی خوب، این قدم ایران آیا کار رو برای ایران مشکلتر نخواهد کرد؟ اروپایی ها میتونن این مکانیزم حل اختلاف رو فعال کنند و همه تحریم های بین المللی سابق رو به علیه ایران برگردونند. همه اینها میتواند اتفاق بیفته. ما اول همه باید منتظر باشیم ببینیم که بازرسان آژانس چی میگن. بازرسان آژانس خواهند گفت که ایران رفته این لاک ها رو، این قفل ها رو باز کرده و دارن یه چیزایی تزریق میکنن، یا آژانس دقیق خواهد گفت یا اینا سانتریفیوژ ها رو 1044 تا سانتریفیوژ رو کار انداختن. این دو تا بیانیه متفاوته که عواقب متفاوت هم خواهد داشت. ما تا اعلامیه رسمی آژانس رو دریافت نکنیم این رو اصلا نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. اما معلومم نیست که آیا فرانسه که طرحی داشت برای حل این معضل طرحش به جایی رسیده باشه. میدونیم که آمریکا با طرح فرانسه مخالفت کرد، بنابراین زمینه‌ای برای خوشبینی ایران وجود نداره. شاید خیلی بعید به نظر میرسه که از توی این فضا، روابطی که ایران با فرانسه و آمریکا داره یا اتحادیه اروپا یا چهار به علاوه با ایران دارن و بحرانی که الان برجام توش گیر کرده، بعید میاد که هیچ فرمی از یه چیز مثبتی از توش در بیاد. مضافم بر این که مسئله مهم اینه که با توجه به هشداری که دیروز اروپایی ها دادن در مورد اینکه در مورد برداشتن گام چهارم، اگر قرار باشه این واقعا ایران یک اقدام جدی انجام بده، ممکنه اتحادیه اروپا تصمیم بگیره که از برجام خارج بشه. در هر حال تهدید خروج از برجام از طرف کشورهای اروپایی تهدید بسیار بزرگیه. بعد یک بار ایران میماند و برجامی که دیگه هیچ چیزی ازش باقی نمانده و این خطر بسیار بزرگتر از آن چیزی که ایران میتواند از راه انداختن سالونهای فوردو به دست بیاره و این خطر خیلی جدیه. خانم روستایی، خیلی ممنون از شما. فرزانه روستایی از استکهلم با ما. متشکرم. دولت آمریکا تصمیم مقام‌های ایران را برای از سرگیری بعضی دیگر از فعالیت‌های هسته‌ای این کشور محکوم کرده، اما براین هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید فشار حداکثری آمریکا هزینه‌های زیادی بر ایران تحمیل کرده است. او در گفتگویی با همکارمان در واشنگتن خشایار جنیدی در این مورد توضیح داد. ایران 40 سال است که از قواعد بین‌المللی سرپیچی کرده. در زمان توافق هسته‌ای سیاست خارجی رژیم به طور فزاینده‌ای توسعه گرایانه بود. بسیاری از دستاوردهای آنها در دولت اوباما رخ داد، اما این روند را معکوس کردیم و حکومت ایران این را می‌داند.
هفته پیش و این هفته تحریم‌های جدیدی رو وضع کردید که روی زندگی مردم هم فشار میگذاره. دیدبان حقوق بشر گفته دسترسی مردم به بخش درمان سخت‌تر شده. در این باره چه میگویید؟ Our sanctions regime makes exceptions for food and medicine and medical devices. غذا، دارو و لوازم پزشکی از تحریم‌ها مستثنا هستند. چند هفته پیش از برقراری یک کانال بشر دوستانه جدید برای تسهیل این گونه مبادلات خبر دادیم. رژیم هزینه ماجراجویی‌های خارجی خود را به رفاه مردمش ترجیح می‌دهد. تحریم‌های جدیدی را علیه افرادی اعلام کرده اید که احتمالاً در آمریکا دارایی ندارند. بعضی از منتقدان می‌گویند این تحریم‌ها بیشتر نمادین هستند تا اثرگذار. I wouldn't be so sure that they don't have assets that we can't touch. نمی‌توان گفت که همه دارایی‌های آنها دور از دسترس ماست. ما رئیس قوه قضاییه را تحریم کردیم. می‌دانیم این تحریم‌ها تاثیرگذارند. درست است که این تحریم‌ها می‌توانند نمادین باشند، اما در نظر داشته باشید اگر رئیس قوه قضاییه یا حلقه نزدیکان رهبر ایران را تحریم نکنیم، این پیام را منتقل می‌کنیم که آنها می‌توانند بدون ترس از مجازات به کشتار و اعدام نوجوانان و نقض آزادی بیان و آزادی مطبوعات ادامه دهند. ما این گونه به مردم ایران می‌گوییم که طرف شما هستیم، نه آنها. نسخه کامل این گفتگو با براین هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را امشب در برنامه 60 دقیقه خواهید دید. همراه با گزارش‌ها و گفتگوهای ویژه به مناسبت سالگرد بازگشت تحریم‌های آمریکا ساعت 10 شب به وقت تهران. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده هر گونه همکاری با شورای فرهنگی بریتانیا بریتیش کانسل ممنوع است. وزارت اطلاعات گفته شورای فرهنگی بریتانیا از طریق برنامه‌های فرهنگی به دنبال نفوذ در ایران است. قبلا حدود یک سال و نیم پیش مقام‌های ایران عرس امیری، یک کارمند شورای فرهنگی بریتانیا را در ایران بازداشت کردند. او بعد به جرم اداره و تشکیل گروه و شبکه برانداز به 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش رسانه‌های ایران، مهدی خدابخشی، ملی پوش پیشین تکواندو، با تغییر تابعیت رسما به عضویت تیم ملی صربستان درآمده. در رده‌بندی فدراسیون جهانی تکواندو هم نام مهدی بخشی به عنوان نماینده صربستان ثبت شده. مهدی خدابخشی سابقه حضور در المپیک 2016 و قهرمانی در مسابقات جهانی 2015 روسیه و رقابت‌های 2014 آسیا را دارد. گوشه‌ای از حرف‌های اخیر علی مطهری، نماینده مجلس ایران در دانشگاه شهید بهشتی، با جنجال همراه شده. انتشار ویدیوی حرف‌های آقای مطهری در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی داشته. همکارم پوریا قربانی که این واکنش‌ها را دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. پوریا، اول راجع به ماجرا بگو، چه اتفاقی افتاد؟ دیروز 13 آبان به مناسبت روز دانشجو و سالگرد در حقیقت اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 و شروع بحران گروگانگیری، یک نشست دانشجویی در دانشگاه شهید بهشتی، بسیج دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی، این نشست رو ترتیب داد. آقای مطهری هم در این نشست شرکت کرده، در باره مسائل متنوعی صحبت کردن، از جمله به FATF پرداختن، برجام و همینطور داستان حمله به سفارت آمریکا. در خلال این گفتگو و بحث با دانشجوها در جریان این پرسش و پاسخ، یکی از دانشجوها آقای مطهری رو در حقیقت متهم میکنه به اینکه حرفاش متناقضه و بهش به حالت کنایه میگه که بهتره که قرص برای فراموشی همراه داشته باشه. آقای مطهری در یک پاسخی که خیلی بی‌ادبانه اون ارزیابی کردن، گفته که من قرصام همیشه همراهمه، هر قرصی بخوام دارم، برای تو هم قرص ضد بارداری اگه بخوای دارم. خب این یه دفعه واکنش ها رو به یک سطح خیلی گسترده‌ای هدایت کرده. اول خب گفته میشد که با توجه به اینکه ما در ویدیو اولیه ما فقط صدای یک دانشجو رو میشنیدیم که خیلی‌ها گمان کردن که یک دختر است، اما منابع دانشجویی ساعتی پیش ویدیویی رو توییت کردن از دانشجویی که داره این سوال رو میپرسه، که میتونیم الان با هم ببینیم اون ویدیو رو. حرفی که من زدم یه شرایطی بود، گفتم مذاکره این طور، الان شرایط عوض شده.
اصلا من چی گفتم شما چی داری میگید؟ من دارم ایشون گفت که نه من قرص همه انواع اقسام قرص برای شما هم دارم، قرص ضد بارداری پس برای شما هم بتون بدم. خیلی ممنون. اجازه بفرمایید. خب همونطور که میشد حد زد، این به قولی کلکلی که با این دانشجو آقای مطهری کرده، این فضا رو باز کرد برای رقبای سیاسی ایشون، مخصوصا از جریان اصولگرا و همینطور براندازا که به ایشون بسیار بتازن. از جمله بسیاری ایشون رو متهم کرده بودن که در حقیقت به یه نوع توهین جنسیتی و تحقیرآمیز با دانشجوها، به خصوص که اول تصور بر این بود که زن بوده طرف. و حالا نکته اینه که ایشون اما عذرخواهی نکرده، حتی بعد از این هم میگه که چون طرف زن نبوده پس همه چی چیزه. آقای مطهری اول که وکیل آقای مطهری شکایت کرده از خبرگزاری فارس و یه خبرگزاری دیگه به اتهام نشر اکاذیب، وکیل ایشون آقای ترک همدانی اظهار کرده که به دلیل اینکه کلیپ تقطیع شده بوده و همینطور نسبت ناروا داده بودن که ایشون با یک دانشجو دختر این حرفو زده، از این خبرگزاری شکایت میکنه. من دیدم مسئول برگزاری همین نشست توییت کرده بود، گفته بود که ما هیچ وقت نگفتیم خطاب به دانشجو دختر بوده، این رسانه ها این اشتباه رو مرتکب شده. اما اصولا مگه فرقی میکنه؟ شما خب کسای دیگه اینه که کسای دیگه ای گفته بودن که اولا خب تو اون جمع دختر و پسر دانشجو نشسته بودن و شما اینجور عنوان شده بود در شبکه‌های اجتماعی که چطور یک مسئول سیاسی نماینده مجلس بخواد از یک حربه که یه جور متلک جنسی پشتش هست برای سرکوب یک نفر که حالا داره چالنجش میکنه، به چالشش میکشه استفاده کنه. من دیدم نمیدونم وقتی داریم در حد چند ثانیه، همینطور که گفتم رقبای سیاسی آقای مطهری بیکار نشستن. از جمله مثلا جبهه براندازا گفتن که توییتی هست میگه به دل نگیرید، ولی علی مطهری همون یکی از همون صندوقی در اومد که شما بهش رأی دادید. و از اون جبهه هم از اصولگرا گفتن که تا میتونید تا انتخابات مجلس آقای مطهری رو دعوت کنید که اون روی لیست امیدم بهتون نشون بده. پویا قربانی خیلی ممنون از شما. پویا، نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری ایران میگوید که ایران از فردا غنی‌سازی را دوباره از سر میگیرد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با بی بی سی فارسی میگوید که فشار حداکثری آمریکا هزینه زیادی بر ایران تحمیل کرده است. در ادامه این برنامه، تحقیقات گسترده مربوط به خودکشی و خودآزاری در اینستاگرام. بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باز هم عقب افتاده. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری رو امروز آغاز کند، اما به دلیل مخالفت تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله این کار شروع نشد. قرار بود نتایج ابتدایی حدود دو هفته پیش اعلام بشه، اما کمیسیون گفت که آماده نیست و بعد گفت که نتیجه ابتدایی 23 عقرب یا آبان، یعنی 9 روز دیگر اعلام خواهد شد. همکارم ضیا شهریار اینجا در استودیو با ماست. ضیا، بالاخره چه داره میگذره در این کمیسیون انتخابات؟ این سوال است که البته مردم افغانستان در کنار شما این سوال دارن و ما هم همه به دقت نگاه داریم که چی میگذره. اصلا از انتخابات تقریبا دو هفته گذشته قرار بود که بازشماری آرا که مرحله پیش از اعلام نتیجه ابتدایی است، یک مرحله است که سطح مشارکت مشخص شده، کاندیدا در حقیقت موافق هستند که این سطح مشارکت است، بعد برای آخرین بار میخواین یک بازشماری بکنن و این شامل بررسی آرا در تمام 34 ولایت افغانستان است که هیئت کمیسیون میره در ولایت مختلف افغانستان و این روند آغاز میشه. ولی آنچه که مورد اختلاف است هنوز سطح مشارکت آرا است. آخرین چیزی که کمیسیون اعلام کرد با کمک شرکت آلمانی که خدمات فنی این بایومتریک ارائه میکنه برای انتخابات افغانستان، گفتن که حدود 1,830,000 رای
معتبر وجود داره. از آنچه که اول 2,900,000 اعلان شده بود تقریبا 1,000,000 رای باطل شد که این آرای است که معتبر است و بنابراین آماده ازی هستیم که بریم بازشماری کنیم و نتیجه ابتدایی را به زودی اعلام کنیم. اما تیم آقای عبدالله تاکید داره که حدود 137,000 رای هست که معلق خوانده میشه، یعنی رای است که عکس تکراری در سیستم بایومتریک وجود داره، شست تکراری وجود داره و حدود 100,000 رای دیگه است که فراتر از زمان در نظر گرفته شده از سیستم بایومتریک ثبت کرده، یعنی بعد از ساعت 5 که وقت آرا تمام شده بود. تیم آقای عبدالله تاکید داره که تا زمانی که این 130,000 رای معلق و 100,000 رای که فراتر از زمان ثبت شده در حقیقت باطل نشه یا سرنوشت مشخص نشه، نمیتونیم به طرف نتیجه ابتدایی و بازشماری آرا بریم. پس تیم آقای عبدالله میخواد که این تعداد حذف بشن از شمارش آرا. ظاهرا استدلالشان نیست که باید اینا مشخص شه وضعیتشان، ولی منظورشان حذف و این به نفع عبدالله خواهد بود در مقابل آقای اشرف خانی. درسته، با تاکید که تیم آقای عبدالله داره مشخص است که با حذف آرا که احتمالاً بیشترش مربوط آقای غنی است، اونا در موقعیت بهتر قرار میگیرن و این چیزی است که تنها تیم آقای عبدالله نه بلکه در داخل کمیسیون هم بین اعضای کمیسیون اختلاف نظر وجود داره. از جمله یکی از اعضای کمیسیون امروز به رسانه ها گفت که گفت این نظر شخصی من است، نظر رسمی رسانه ها نیست، نظر رسمی کمیسیون نیست و ای که همین داستانه که تا که سرنوشت 137,000 رای معلق و 100,000 رای که از زمان معین در نظر گرفته شده اون مشخص نشه، بازشماری آرا نتیجه در پی نخواهد داشت. ضیا خیلی ممنون از شما. ضیا شهریار همکارمون اینجا در استودیو با ما بود. ترکیه میگوید خواهر ابوبکر بغدادی را دستگیر کرده. به گفته رسانه‌های ترکیه رسمی عوض 65 ساله در حمله روز دوشنبه ارتش در شمال سوریه به همراه همسر و 5 فرزند دستگیر شده. مقام‌های ترکیه گفتند که او احتمالاً اطلاعات ارزشمندی از گروه داعش در اختیار دارد. ابوبکر بغدادی رهبر پیشین داعش در حمله دو هفته پیش آمریکا در شمال غربی سوریه کشته شد. دادگاه عالی اسرائیل تصمیم دولت را برای تمدید نکردن ویزای یک عضو دیدبان حقوق بشر تایید کرده است. اسرائیل عمر شاکر نماینده دیدبان حقوق بشر در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی را متهم کرده که از کارزاری غیرقانونی برای منزوی کردن اسرائیل حمایت کرده. دیدبان حقوق بشر گفته اسرائیل سعی دارد جلوی هر گونه انتقاد از مسابقه حقوق بشری خود را بگیرد. وکیل آقای شاکر گفته که او 20 روز وقت دارد اسرائیل را ترک کند. سازمان ملل درباره افزایش شکاف جنسیتی در دسترسی به اینترنت در جهان هشدار داده. گزارش جدید این سازمان نشان می‌دهد که فقط 48% از زنان در جهان به اینترنت دسترسی دارند، در حالی که این آمار در میان مردان 58% است. کارشناسان می‌گویند این شکاف ناشی از نابرابری جنسیتی در میزان درآمد، آموزش و امکان کسب مهارت‌های مختلف است و ارتباطی با نبود زیرساخت‌های آنلاین ندارد. این گزارش نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی آنلاین در کشورهای آفریقایی و عربی در حال افزایش است. یک نهاد حقوق بشری میگوید استفاده از فضای مجازی برای جهت دادن به آرای رای دهندگان توسط دولت‌ها رو به افزایش است که میتواند دموکراسی را مختل کند. گزارش سالانه بنیاد خانه آزادی در آمریکا گفته انتشار اطلاعات غلط در فضای مجازی یکی از رایج‌ترین روش‌ها در گمراه کردن مردم در زمان انتخابات است. بنا به گزارش‌ها از عراق در 24 ساعت گذشته دست کم 13 نفر دیگر در تظاهرات ضد دولتی کشته شدند. همزمان گزارش شده 5 نفر در ارتباط با حمله پریشب به کنسولگری ایران در کربلا بازداشت شدند. گفته می‌شود این افراد پیروان یکی از روحانیون شیعه به نام سید سرخی هستند. اما سید سرخی کیست؟ مرداد فرهمند نگاهی دارد به سابقه او. المجمع طایح ذبیح و خیت بلاحمی. اینها پیروان سید سرخی‌اند.
در حال خواندن آنچه در عراق به رپ حسینی معروف شده، شیوه ای از عزاداری حسینی که سنت گرایان شیعه با آن مخالفند. ظهور سید سرخی پس از حمله آمریکا به عراق بود، در حالی که هنوز 40 سالش نشده و تحصیلات ثبت شدهش در رشته مهندسی راه و ساختمان بود، ادعای مرجعیت کرد و پیروانی عمدتاً در کربلا گرد خود آورد. مخالفت با مرجعیت نجف به ویژه آیت الله سیستانی و ایران محور فعالیت‌های سید سرخی و پیروانش شد. اوج این مخالفت 5 سال پیش بود که آیت الله سیستانی فتوای جهاد با داعش داد و سید سرخی در برابر این فتوا ایستاد. الان الكل يقول الخوارج الدواعش جزء من كل. الان همه میگن این خوارج، این داعشی ها جزئی از کل هستند. همه رو ول کردن، چسبیدن به خوارج و داعش، در حالی که این کل شامل کردها، بعثی‌ها، بازمانده ارتش صدام و سیاستمدارهای خائن هم میشه. ولی همه چیز رو متمرکز کردن روی داعش تا مردم رو سردرگم کنن. ما از اولش هم گفتیم که مردم رو مجبور نکنین سلاح به دست بگیرن. حمله به کنسولگری ایران در کربلا که به پیروان سید سرخی نسبت داده شده، پیشتر هم سابقه داشته. این جماعت پیشتر هم به کنسولگری ایران در بصره حمله کرده بودند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. تحقیقات روی تلفن یک نوجوان 17 ساله نروژی که خودکشی کرده از ابعاد گسترده به اشتراک گذاشتن محتوا و مطالب مربوط به خودکشی و خودآزاری در حساب‌های اینستاگرام خصوصی پرده برداشته. این دختر تصاویر خودکشیش را به شکل زنده در اینستاگرام به نمایش گذاشت. یک گروه از روزنامه‌نگاران نروژی در پی کندوکاو فراوان دریافتند که این حساب اینستاگرامی به 1000 حساب دیگر که مثل همین حساب محتوای خطرناک نشر می‌کند متصل است و زبان نیمی از این حساب هم انگلیسی است. دست کم 17 دختر در همین شبکه اینستاگرامی خودکشی کردند. کاترین نای و گزارش ویژه‌اش. همیشه میگفتم قلب من بود. وقتی رفت قلبم رو با خودش برد. دختر هایدی آندرینا خودش را در سال 2017 دقیقاً 1 ماه قبل از تولد 18 سالگی کشت. اوایل امسال او فهمید دخترش تصاویر خودکشیش را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته. موبایل آندرینا از زمان مرگش باز نشده بود. وقتی هایدی وارد تلفن شد با یک حساب خصوصی قفل شده مواجه شد، جایی که آندرینا همه تلاش‌هایش را در مواجهه با مشکلات روحی و خودزنی ثبت کرده بود. سخت‌ترین بخش ماجرا تصاویر مربوط به ساعت‌های آخر عمرش بود. او مرگش را به صورت زنده در اینترنت پخش کرد. او به آنها اجازه داد روی تلفن دخترش تحقیق کنند. آنها به 1000 حساب خصوصی قفل شده در 20 کشور جهان دست یافتند. آنها محتوای مشابه و غالباً آزاردهنده منتشر می کردند و در میانشان حدود 14 خودکشی فقط در نروژ. این روزنامه نگار میگوید این نوع شبکه ها مشوق رفتار مضر و خطرناک هستند. سن متوسط 18 ساله. یه عالمه کمک و حمایت تو و بیرون بیمارستان ها هست. با چه مشکلاتی مواجه شدین؟ وقتی محتوای مربوط به خودزنی و خودکشی رو به اشتراک میذارین توجه بیشتری جلب میکنین. As time has passed and when I have seen what's posted and how حالا که زمان گذشته و من دیدم چه چیزایی پست کرده و او چقدر در اینستاگرام فعال بوده، فهمیدم اینستاگرام جون دختر منو گرفت. این چیزیه که احساس میکنم. Instagram basically took my daughter's life. That's what I feel. Instagram has banned all graphic images.